سلام، به کلاس نقاشی مادر خوش آمدید. بنابراین تا جلسه پیشین وقت داشتیم با خودمان در گذشته و حال روبرو شویم و برای خود نامه نوشتیم. امروز قرار است از تمام آثار هنری که تا کنون تکمیل کرده اید کتابی بسازیم. وقتی میگوییم کتاب، احتمالاً به این نوع کتاب ها فکر خواهید کرد، اما ما امروز قصد داریم یک نوع دیگری از کتاب بسازیم. مانند اینها می توانیم با خلاقیت انواع مختلف کتاب بسازیم. کاش می توانستم انواع کتاب ها را با شما بسازم، اما برای امروز فقط یکی از آنها را می سازیم. این چیزی است که امروز می خواهیم بسازیم. به این کتاب، کتاب آکاردئون می گویند. کتاب ها معمولا از چندین صفحه تشکیل شده اند، اما این کتاب از یک تیکه کاغذی بلند ساخته شده است. این کتابی است که می توانید آن را باز کنید و با یک نگاه آن را ببینید. من این نوع کتاب را انتخاب کردم زیرا خوب است که بتوانیم تمام کارهایی را که تکمیل کرده اید با یک نگاه ببینید. اگر به تصویر نگاه کنید، دانش آموزانی هستند که لبه های کاغذ را متناسب با شکل تصویر برش می دهند و تعدادی از دانش آموزان هستند که به صورت عمودی طراحی کردند تا عمودی دیده شوند. اما ما قصد داریم کتابی بسازیم که به صورت افقی به شکل مستطیل منظم باز می شود. پس بیایید فعالیت را شروع کنیم. مواد مورد نیاز ما عبارتند از 2 تیکه کاغذ ضخیم برای جلد جلو و پشت کتاب، 8 عدد کاغذ سفید، کاغذهای آچار، قیچی، چاقو، خطکش و نوارچسب 2 طرفه. تمام ورقها باید به اندازه آچار باشد. کاغذهای ضخیم سایز آچار در بازار به فروش نمی رسد. من یک سایز بزرگتر خریدم و در سایز آچار برش دادم. هنگام استفاده از چاقو ممکن است میزها آسیب ببینند، بنابراین خوب است چند روزنامه زیر آن داشته باشید. حالا یک ویدیو در مورد نحوه ساخت کتاب به شما نشان می‌دهم. این تصویر پشت جلد کتاب است. اگر دقت کنید می‌بینید که کاغذ آچار به 3 تیکه تقسیم شده و برای اتصال کاغذها به هم وصل شده‌اند. همانطور که در تصویر می‌بینید، وقتی کاغذها را به هم وصل می‌کنید، مطمئن شوید که آن را به پشت وصل کرده اید و پشت روی کار را با هم اشتباه نگیرید. این کتابی تمام شده است. دفعه بعد عکس هایی که شماره 4 تا 6 را دارند می سازیم. بنابراین شما می توانید امروز عکس هایی که عدد 1 تا 3 را دارند بسازید. من به شما نشان دادم که چگونه یک کتاب بسازید. بنابراین چیزی در این کتابی که من ساختم وجود ندارد. می توانید 2 قطعه را که ساخته اید به شماره 2 و 3 متصل کنید. لطفاً تصاویر چاپ شده از کار خود را جلوی خود آماده بگذارید. می توانید طراحی درسی من گذشته را در شماره 2 و طراحی درسی من فعلی را در شماره 3 قرار دهید. سپس ویدیو را متوقف کنید و کتاب را بسازید. وقتی کار آن تمام شد، شماره 1 را تزیین می کنیم که اولین صفحه ای است که هنگام باز کردن کتاب می بینیم. از آنجایی که این کتاب حاوی داستان خودتان است، خوب است که صفحه اول مربوط به آن باشد. به عنوان مثال می توانید چهره خود یا چیزی که شبیه شما است را بکشید، یا می توانید ذهن درونی خود را به صورت انتزاعی بیان کنید. تصویر خود را آزادانه بیان کنید. صفحه‌ای که با شماره 0 مشخص شده است، جلد اول کتاب است. در اینجا عنوان یا موضوع کتاب و نام خود را می نویسید. من یک صفحه جلد کتاب آوردم که می توانید به آن مراجعه کنید. بهتر است به محل عنوان، موضوع و نام نویسنده اشاره شود. طرح‌های بی‌شمار دیگری نیز وجود دارند. پس با خیال راحت یکی از آنها را خودتان بسازید. می توانید کلی صفحه را پر کنید یا روی برخی از قسمت‌ها را کمی نقاشی بکشید. برای عنوان، موضوع و صفحه جلد می توانید هر چیزی را که به خوبی شما را نشان می‌دهد قرار دهید. بنابراین در مورد آن فکر کنید و آن را ترسیم کنید. شما می توانید مناظر مورد علاقه خود، چهره خود یا هر چیزی را که آموخته اید مانند سبک انتزاعی، سورئالیسم یا بیان احساسات خود را بیان کنید. پس با خیال راحت هر چیزی که می خواهید را بیان کنید. با این حال لطفاً هنگام باز کردن کتاب چیزی را که در صفحه اول یکسان است نکشید. شما حتی می توانید جلد اول و صفحه اول را با یک طرح به هم متصل کنید و راه‌های مختلف در مورد آن فکر کنید. امیدوارم کتاب خود را خالصانه کامل کنید، زیرا این کتاب تنها کتاب شما در جهان است. می توانید به خانه بروید و با آرامی آن را درست کنید. بنابراین نیازی نیست در طول کلاس به سرعت آن را تمام کنید. و امروز می توانید کتاب را نیمه تمام در نظر بگیرید. در کلاس های بعدی کتاب را تمام خواهیم کرد. با پیش بینی چگونگی تکمیل کتابتان 1 جلد درست کنید. از توجه شما ممنونم.